رئیس جمهوری آمریکا امروز سه‌شنبه سیاست جدید برای کنترل اسلحه در کشور را اعلام می‌کند. سیاست جدید قرار است در چارچوب یک فرمان اجرایی اعلام شود که به گفته باراک اوباما ناقض قانون اساسی کشور هم نیست. شهر آراسته گزارش می‌دهد. پرزیدنت اوباما امروز طرح خود را برای اقدام در مورد کنترل خشونت‌های ناشی از اسلحه در کشور با مردم آمریکا در میان می‌گذارد. پرزیدنت اوباما روز دوشنبه هنگام دیدار با لورتا لینچ، دادستان کل کشور و جیمز کومی مدیر FBI در کاخ سفید، بخشی از طرح خود را اعلام کرد که شامل گسترش بررسی سوء پیشینه متقاضیان خرید اسلحه، اعمال مؤثرتر قوانین مربوط به فروش اسلحه، افزایش روان درمانی و تحقیق بیشتر در مورد تکنولوژی ایمنی اسلحه است. هرچند ما باید بسیار روشن باشیم که این کار از همه خشونت‌ها در کشور و یا همه تیراندازی‌های جمعی جلوگیری نخواهد کرد، اما اسلحه را از دست مجرمان دور نگاه می‌دارد و بالقوه جان افراد را نجات می‌دهد، خانواده‌ها را از درد و رنج از دست دادن عزیزانشان به واسطه سلاح گرم در دست افراد ناباب نجات می‌دهد. نظرسنجی‌های اخیر نشانگر افزایش طرفداران بررسی سوء پیشینه افرادی است که در پی خرید سلاح گرم هستند، ولی منتقدین استدلال می‌کنند که چنین روندی نمی‌تواند از یک حمله تروریستی مشابه حمله اخیر در کالیفرنیا ممانعت کند، زیرا سلاح‌های مورد استفاده در آن به طور قانونی خریداری شده بود. بسیاری از صاحبان اسلحه در کشور نیز هر گونه تعدیل و تنظیم در مقررات سلاح‌های گرم را تلاش برای نقض حقوقشان در قانون اساسی برای مالکیت اسلحه می‌دانند. هیچ راه گریز و یا مفر قانونی وجود نداره که بگه شما نمیتونید اسلحه بخرید چون در محل به خصوصی است، مثلا در نمایشگاه اسلحه. ما مجاز به خرید اسلحه از افراد هستیم. بله، آنها میخوان یک ثبت ملی مقرر کنند که به قصب و مصادره منتهی میشه. هیتلر و استالین و همه این رهبران هم زمانی اسلحه ها را ضبط کردند که مردم را کنترل کنند. موضوع اصلی اینه. کنگره به رهبری جمهوری خواهان با هر گونه محدودیت در مورد مالکیت اسلحه مخالفت میکند و هر گونه اقدام توسط پرزیدنت اوباما نیز در این زمینه با چالش های قانونی روبرو خواهد شد. آقای اوباما گفت هر سال هزاران تن در آمریکا با سلاح گرم کشته می شوند، از جمله در تیراندازی های جمعی و خودکشی که ارقام آن بسیار بالاتر از کشورهای دیگر جهان است. شهلا رسته، صدای آمریکا، واشنگتن.